سلام، توی این ویدیو میخوایم تابع ربط رو برای شما شرح بدیم. خب این تابع که اسمش مخفف ریپیت هست به معنی تکرار، میاد یک ورودی رو، یک متن رو به تعداد دلخواه ما تکرار میکنه. خب فرمولش اینجا هست، مشاهده میکنید ورودی اول تکست هست، یعنی اون متنی که میخوایم تکرار بشه، یا آدرس اون متن که یه سلول میتونه باشه، و نمبر تایمز یعنی تعدادی که میخوایم این تکرار صورت بگیره. خب میایم اینجا تمرینش رو انجام میدیم. اینجا متن ما هست، اینم مقدار تکرار، یعنی مقداری که برای نمبر تایمز قراره وارد بکنیم. خب رپت رو می‌نویسیم، تکست ما هست توی سلول F2 که یک W هست. تعداد تکرار میخوایم 3 تا باشه، همونجوری که نوشتیم توی قسمت مقدار تکرار. میخوایم 3 بار این W تکرار بشه توی این سلول ما. تکرار شد W. حالا اگر ما این مقدار رو، یعنی عدد رو، یه عدد اعشاری بزنیم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، فقط اون عدد پشت اعشار رو در واقع مد نظر قرار میده فرمول. چجوری؟ الان اینجا نمونهش رو انجام میدیم. تکست ما هست توی سلول F2 همچنان. میخوایم به تعداد 3.5 بار، این نقطه اینجا منظور هم ممیزه که ما تو فارسی می نویسیم برای اعداد اعشار. خب میخوایم 3.5 بار تکرار بشه. میبینیم که اتفاقی نمیفته، همون 3 تا میمونه. حالا این 3.5 رو بکنیم 3.9 هم باز فرقی نمیکنه، همون 3 بار انجام میده. یعنی فقط عدد پشت اعشار رو، عدد اصلی رو مد نظر قرار میده. حالا اگر این تعداد تکرار رو 0 وارد کنیم، خب مشخصا نتیجه‌ای که هست اینه که هیچ تکراری نخواهیم داشت، یعنی همون یک دونه هم محو میشه. ما میخوایم الان اینجا F2 که دونه W هست رو به تعداد 0 بار تکرار کنیم. وقتی بزنیم خب نتیجه توهی میشه. حالا اینجا دو تا W داریم، اینو فقط در نظر داشته باشید. وقتی میگیم تکرار، وقت اشتباه نکنید، مثلا الان من اینجا اینو بزنم 2 باید بشه 2 دیگه، نه میشه 4 تا، چون خودش دو تا W اینجا داره. اگه من دو تا هم دوباره اینو تکرار کنم میشه 2 بار تکرار. حالا یه چیز واضحی هستش، ببینید سلول F5 به تکرار 2 بار، مثلا ببینیم که 4 تا داریم، چون دو تا W 2 بار تکرار شده. خب حالا یک بار ما مثلا فرض کنید اینجا میخوایم تکرارمون رو یه عدد منفی بذاریم، مثلا -2. اگر که منفی وارد بکنیم با ارور مواجه میشیم، چون چیزی رو نمیتونیم ما به تعداد منفی تکرار کنیم، اصلا معنی نمیده، منطقی نیست. اگر هم اینو برای فرمول ما بنویسیم، مثلا سلول F5 که دو تا W هست میخوایم به تعداد -2 بار تکرار بشه، خب ما ارور ولیو میگیریم، چون هم چیزی اصلا منطقی نیست. خب مورد بعدی که باعث بروز ارور میشه توی نتیجه تابع اینه که ما مقداری بیش از 32767 تا کاراکتر بخوایم داشته باشیم توی سلول نتیجه. یعنی الان من اینجا اگر 32768 بزنم ارور میگیریم. حالا مشاهده میکنیم توی سلول مثلا F7 که یه دونه W هست، به چه تعداد 32767 اگر بزنم، اگر این تعداد بزنم مشکلی نداره، به همین میزان تکرار میکنه. اما اگه یک دونه حتی بیشتر بشه، یعنی بشه 768، اینجا دیگه ارور ولیو میگیریم، که این یعنی ما تو هر سلول نمیتونیم بیش از 32767 تا کاراکتر داشته باشیم. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.